حرم مطهر حسینی روز شنبه از آغاز اجرای طرح خدماتی خود برای زیارت میلیونی نیمه شعبان خبر داد. امیر محمد علی رئیس بخش خدمات بیرونی عتبه حسینی طی بیانیه اظهار داشت علاوه بر اعضای این اداره 400 نفر داوطلب در ارائه خدمات در روز نیمه شعبان شرکت خواهند کرد. وی در ادامه گفت این طرح شامل ایجاد 120 مرکز بهداشتی درمانی که 60 آن مختص آقایان و 60 دیگر برای بانوان در نقاط مختلف تدارک دیده شده می باشد. محمد علی همچنین به تأمین آب آشامیدنی و آب مورد نیاز برای پخت و پز موکب‌های حسینی و نیز تأمین تعدادی ماشین حمل زباله خبر داد. مجموع رسانه‌ای امام حسین علیه السلام از پوشش زنده مشایع میلیونی نیمه شعبان از شهرهای مختلف عراق به سمت شهر مقدس کربلا خبر داد. این مجموعه رسانه‌ای مطابق سالهای گذشته علاوه بر پوشش زنده مشایع نیمه شعبان مراسم زیارت شعبانیه در حرم مطهر امام حسین علیه السلام را از طریق تلویزیون‌های ششگانه خود به 5 زبان فارسی، عربی، انگلیسی، اردو و ترکی پوشش می‌دهد. در پایان گفتنی شیعیان بسیاری از سراسر جهان در شب نیمه شعبان همزمان با میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در شهر مقدس کربلا گرد هم می‌آیند و این روز بزرگ را گرامی می‌دارند. برنامه مسیر توسعه که با همت بخش حقوقی مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام اقدام به برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی با حضور مربیان و کارآموزان نموده بود، از اتمام این دوره‌ها و اعطای گواهینامه مشارکت بین شرکت کنندگان در این دوره‌ها خبر داد. شایان ذکر است این دوره‌های آموزشی به مدت 8 روز به طول انجامید و با محوریت 3 برنامه آموزشی تخصصی ارائه شد که عبارتند از برنامه درسی توسعه، برنامه درسی رفتاری و برنامه درسی حرفه‌ای. گفتنی است در این دوره‌ها اساتیدی از جمله دکتر احمد فاضل الصفار، دکتر محمد محسن، استاد تربیت بین المللی امیر الخرسان و دکتر روید حسن همگی به سخنرانی پرداختند. و خبری از هندوستان، شورای عالی دهلی اجازه اقامه نماز شب برات که نمازی مختص به شب نیمه شعبان می باشد و در بین مسلمانان این کشور رواج دارد را نداد. گفتنی است در این شب مردم مسلمان در مساجد گرد هم می آیند و از خداوند برای گناهان خود و اجدادشان طلب آمرزش می کنند. در همین راستا رسانه‌های محلی اعلام کردند دادگاه عالی دهلی روز جمعه اجازه اقامه نماز در مسجد آخونچی و قبرستان مجاور آن در مهرائولی را که اخیراً تخریب شده بود را رد کرد. گفتنی است مسجد آخونچی که بیش از 600 سال قدمت دارد و همچنین مدرسه بحرالعلوم به عنوان سازه‌های غیرقانونی در سانجیوان اعلام شد و در 3 ژانویه تخریب شدند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از الجزیره، بر اثر واژگونی قایق مهاجران در کشور مالت 5 نفر کشته و 8 نفر دیگر مجروح شدند و 21 نفر توسط نیروهای مسلح مالت نجات یافتند. در این زمینه معاون فرمانده نیروهای مسلح به خبرنگاران گفت متوفیان شامل 4 مرد و 1 زن بودند. گفتنی است حدود 21 مهاجر نجات یافتند و به مرکز مهاجران منتقل شدند و گمان می رود که مسافران از لیبی حرکت کردند اما تابعیت آنها از کشورهای مصر، اریتره، غنا و سوریه گزارش شده است. در پایان پلیس اظهار داشت عملیات جستجو در خارج از ساحل ادامه دارد تا اطمینان حاصل شود که هیچ مسافر دیگری در دریا باقی نمانده است. و یک خبر علمی، دانشمندان موفق شدند که یک فسیل کامل، جدید و فوق‌العاده از یک خزنده آبزی به طول 5 متر از دوره تریاس که نخستین دوره از دوران میانه زیستی است را کشف کنند. قدمت این موجود به 240 میلیون سال پیش برمیگردد و به دلیل گردن بسیار بلندش لقب اژدها را به خود اختصاص داده است. این گونه جانوری دینو سفالاسور نامیده می شود که گونه ای است که برای اولین بار در سال 2003 میلادی شناسایی شد. این فسیل جدید و دیدنی به دانشمندان این امکان را داده است که آناتومی کامل این جانور عجیب و غریب ما قبل تاریخ را ببینند. دکتر نیک فریزر از موزه ملی اسکاتلند که عضو تیم بین المللی کشف این فسیل بوده میگوید این اولین باری بود که دانشمندان توانستند فسیل چنین جانوری را به طور کامل ببینند. و اما خبر آخر، محمد هادی رادفر دبیر جامعه اورولوژی ایران گفت سرطان پروستات دومین سرطان شایع در میان مردان ایرانی است. او افزود مردان باید در کنار پیروی از سبک زندگی سالم مانند رژیم غذایی، پرهیز از مصرف دخانیات، ورزش منظم و مراجعات منظم دوره‌ای به پزشکان از سلامت خود اطمینان حاصل کند. دکتر محمد هادی رادفر گفت امروزه در صورت مراجعه و تشخیص زودرس بسیاری از تومورها به خصوص در مثانه و کلیه را میتوان با روش‌های اندوسکوپی و لاپاروسکوپی یا جراحی‌های کم تهاجمی کنترل کرد. وی همچنین گفت سرطان مثانه و کلیه از دیگر سرطان‌های شایع در سیستم ادراری هستند که سیگار، تریاک و قلیان از اصلی ترین عوامل ابتلا به این بیماری به شمار می‌روند.